اعتراض های مردمی در واکنش به حمله طالبان بالای ولسوالی های مالستان و جاغوری در ولایت غزنی. شمار از شهروندان کشور حوالی ساعت 10 شب گذشته در کابل در واکنش به بی‌پروایی حکومت در برابر تأمین امنیت بخش های ولایت های مرکزی کشور به ویژه ولسوالی های مالستان و جاغوری در ولایت غزنی و ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان دست به تظاهرات زدند. آنان حکومت را در سرکوب مخالفان در این ولسوالی ها به غفلت متهم می کنند. رئیس جمهور غنی اما در تماس تلفنی به این اعتراض کنندگان جنگ در افغانستان را وحشتناک خوانده و گفته است که دفاع از این ولسوالی ها در اولویت حکومت قرار دارد. اما دلیل پیشروی طالبان در این ولسوالی ها چیست و چقدر رئیس جمهور غنی به وعده هایش با اعتراض کنندگان عمل خواهد کرد؟ من رازقیار هستم و مهمانم برای بحث بیشتر این موضوع عبدالجبال جبار شلگری، نماینده پیشین مردم غزنی در مجلس، و تا دقایق دیگر هم محمد علی اخلاقی، نماینده مردم غزنی در مجلس با ما خواهد پیوست. ډیر زیات پخیر راغلی شلگری صاحب. په سر کې که پرونشپینی لاریون، د نننی لاریون او همدارنګه د غزنی د جګړې په اړه خپل ارزونه را سره شریکه کړئ، تاسو هم څه د دې جګړې په اړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې نه تاسو ته د تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله استوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، رښتیا هم د جاغورو او مالستان په ولسوالیو کې د څو ورځو راپدې خوا هلته طالبانو لخوا حملې صورت نیولی ده. خو داسې بیا د دغو حملو په رابطه باندې کابل کې تظاهرات و، دا دوه ورځې لارې بندې ولې، او اعتراض دا و چې دغو ولسوالیو د خلکو د امنیت تامین دپاره ګواکې دولت غفلت کوي. زه حیران په دې یم دغه قضاوت ته، او د دغو خلکو هغه خصوصا هغه څوک چې د غزنی د ولایت نمایندګان ځان بولي په ولسي جرګه کې یولس وکیلان چې د هزاره وروڼو څخه دي، د درې ولسوالیو او د غزنی د اویا فیصده خلک هلته نمایندګي نه لري. زه د دوی دغه ضمیر او وجدان ته حیران یم چې د غزنی په څوارلسو اتلس اداري واحده دي. څوارلسو ولسوالیو کې تقریبا له دغه پنځلسو کلو راپدې خوا جنګ روان ده، او خصوصا په دغه سخت کال کې زموږ د اندړو ولسوالۍ، د زنخان ولسوالۍ، د یک ولسوالۍ، د واغز ولسوالۍ، د مقرو، د کرباغ، او د ګیلان، او د همداشان د زنخان ولسوالۍ، د یک ولسوالۍ، دا ټول له خپل ځای نه بې ځایه سي، د ډېرو شدیدو عملیاتو، متوترو عملیاتو په نتیجه کې، او خلکو ته په د سر مال تاوانونه ورسېدل، د خلکو شنو فصلونه همداسې پاتې شول، خلک له غېږه نه بې ځایه شول. ما یوه ورځ هم ونه لیدل چې دغه کسان چې د غزنی نمایندګان ځان بولي، حتی په پارلمان کې د یوه ورځ د اندړو د ولسوالۍ اواز ډک که، یا د کرباغ د ولسوالۍ غږ اوچت که. خو زه دې تعجب کوم چې دوی د غزنی نمایندګان دي، او د پروزګان کې چې هغه هم په لس کاله پروزګان کې هم د روزګان په خلکو باندې سور وربل، د یوه ورځ دوی اواز ډک نه کړ، خو نن چې هلته لس کوره هزاره وروڼه دي، او هغوی باندې هم هغه بریدونه سوي دي، هغه د یو بل هزاره ملیشه چې هغه شجاعي نومېږي، د هغوی د جنایاتو په نتیجه کې هغه خلک د دغه ناورین سره مخامخ سوي. ولې فکر نه کوئ دا د دو حق ده؟ حداقل دوی باید دفاع وکړي د خپل د خلکو نه. د چا حق ده؟ د خلکو نه دفاع، د خلکو د مال او د امنیت ساتنه ده. زموږ د اساسي قانون له مخې د افغانستان د حکومت ذمهواري ده. وکیلان هم دا حق لري چې باید غږ پورته کړي، ترنه دفاع وکړي. وکیلان که ځان وکیل بولي، اول خو دا ټول د ټول افغانستان نمایندګان دي، باید ځان وبولي، او که چېرې هغوی د غزنی د ولایت نمایندګان دي. نو اوس به تاسو ویل چې وکیل صاحب په لاره ده، شاید بحث ته راشي، زه به ورځینې پوښتنه وکړم چې تا په دغه اته کاله غیر قانوني هلته ته ناست، په اته کاله کې تا د اندړو د ولسوالۍ، د ګیرو د ولسوالۍ، یعنې دغه څوارلسو پښتنو ولسوالۍ وه، یوه ورځ تا اواز اوچت کړی دی چې په ده باندې بمبار ده، په دې باندې اور بل ده، طالبانو لخوا خلک کوچني د مکتب شاګردان هلته شهیدان شول،
د موږ د اندلو ولسوالۍ څو ورځې مخکې طالبانو هلته تصرف کړه، هغوی تعمیرات ته بامونه کېښودل شول، هغه والوزول شول. همداسې مخکې مې درته هڅه کړم ټولو پښتون میشتو ولسوالیو کې دغه اور بل ده د جنګ. یوه ورځ دی راوښي همدغه اخلاقي سوچوز تشریف راوړي، ماته دې وښي چې دی غږ اوچت کړی. زه به ځینې پوښتنه وکړم چې ته د ګیرو ولسوالۍ د غزني کوم طرف ته ده؟ زه چې د غزني اوسېدونکی یم، وکیل هم نه یم، پارلمان کې هم نه یم. ما دا نن ورځ مالستان کې په ډېر تکلیف دغه ونیوله، رابطه ونیوله، او هغې راته وویل چې جنګ تېره شپه اوس په دغه کې دی، د انګرو په ناوې منطقه کې جنګ روان ده، او بېګا شپه د مالستان په ولسوالۍ باندې جنګ و. نږدې ولس هغه ولسوالۍ تصرف شي، خو هلته مقاومت وکړو، او ولسوالۍ نه ده تصرف شوې. طالبان په شا باندې تبمول شوي دي، او یو ځای کې چې د طالبانو تجمع ول، په هغو باندې هوایي بمبار شوی ده. هره ورځ په رابطه کې یم، غزنی زه هغه هم د ځان بولم، هغه هم د غزنی برخه بولم. خو دغه وکیل صاحبان ما ته وویل، یعنې تاسو تر ډېره نیوکه دا ده چې دوی په یو ډول سره راځي دلته قومي بحثونه مطرح کوي، او تر ډېره تنها د هزارګانو د سیمونه دفاع کوي تر څو د ټول غزنی د خلکو استازي. شک او شوبه نهسته، نن چې دوی لار بنده کړې، پرون چې دوی دلته مظاهرې راایستلې دي، دی د غزنی وکیل ده، ده به د اندړو په غمیزه باندې دس د غزنی خاله تعدید سره مخامخ ده. اوس هم هره شپه په هغو باندې جنګ دوی په هغو ورځ باندې یو غږ اوچت. ولی دا غږ د غزني استازو نه ده اوچت کړی، دا یو خودجوشه لاریون و خلک راوتلي سره. نه خودجوشه ول، په دې کې څوک ته د فاریاب یو څوک راوښی سپکې، ته د کابل لوګر یو څوک راو، د کابل هم څوک نه و، د کابل هم څوک نه و. دغه هزاره ورونه وس لغې له برچینه راوتلې ده، لکه د راوښی هلته، یا د پروان یو څوک کې، که دا خودجوشه حرکت، یا د کابل د یو بلې منطقې غیر له دغه د برچل منطقه نه کاته بل څوک کې پیش شکل نه ممکن نه ونه څوک کې و. او دغه ولسی هغې غږ اوچت کړی د مالستان او جاغورو په خاطر باندې. ما مخکې درته وویل د افغانستان په ټولو ولایاتو کې اور بل ده، له دې نه شدید جنګونه روان دي. تاسو پر اول وخت په دغه یوه هفته کې سلهاوو کسان، تر 200 کسانو باندې هلته خلک تلف شوي دي، شهیدان شوي دي. ولې چې اواز اوچت نه کړو؟ هغه هم د ملک تباه دی، هغه هم د خاورې دفاع کوي، هغه هم همدغسې ځوانان دي ستلب کوي. ولې د هغې په خاطر باندې چا دلته سرک بند نه کړو، مظاهره یې ونه کړو؟ ولې حداقل د خپل د خلکو غږ خو اوچتوي دلته، که پښتون مړ کېږي، که تاجر مړ کېږي، که د نورو قومو، هېڅوک نشته چې دغه غږ اوچت کړي. دوی خو د خپل غږ اوچتوي، خپل غږ خپل اوچتوي، د خلکو غږ نه اوچتوي، د هزاره غږ اوچتوي. د پښتون غږ نه ده اوچت کړی، د تاجک غږ نه ده. ډېره زیاته مننه. ښاغلی شلګری، اجازه راکړئ چې آقای اخلاقی به بحث ما خوش آمدین. در نخست پیش از اینکه به انتقادهای آقای شلګری بریم، میخوایم از شما بپرسم چه چیز باعث شد که شب گذشته با توجه به هوای سرد کابل و هوای بارانی کابل مردم بیا به جاده ها بریزه؟ شلګری صاحب و بینندگان برنامه‌تان، نگاه کنید، در ولسوالی جاغوری و ولسوالی مالستان از 3-4 روز به این طرف طالبا حمله کرده. در ولسوالی جاغوری تقریبا 5-6 روز میشه، و در ولسوالی مالستان از شب جمعه طالبا حمله کردند. شب قبل هم در جاغوری وضعیت بسیار حساس بود، و هم در مالستان نیروهای طالبان تا حتی 200 متری مرکز ولسوالی نا آمدند و ولسوالی را در محاصره گرفتند. در اونجا 150 نفر نیروی امنیتی و نظامی، چی از پلیس، چی از امنیت، چی از اردو بودند، و هر آن احتمال سقوط ولسوالی میرفت. به همین خاطر ما دیروز قبل از ظهر رئیس امنیتی دیدیم، بعد از ظهر مشاوری امنیت ملی دیدیم که حتما باید اونجا عملیات صورت بگیره و یا نیروی کمکی بره، اما متاسفانه فرستاده نشد. و حتی ما دیشب ساعت 2:30 در وزارت دفاع رفتیم، به خاطر که تحت فشار از او و مردم بودیم. خب این کسایی که اینجا ساعت 2 شب از خانه هایشان برآمدن، اینا نه دو باران بر اساس علاقه بودن، و نه اینا آدمای مثل دیگر ها در خانه های که رفاه داشته باشد، سرمایه دار باشد زندگی میکنند. اینا کسانی بودند که محصل هستند، یک تایمیشان درس میخوانه، تایم دیگهش یا کورس میره یا کار میکنه، و یک تعداد هم ممکنه که آدم های غریب کار باشه. اما چون در اونجا طالبا وقتی به این مردم آمده، خانه ها رو شروع چپاول کرده، موتر و موتور گرفته، و
دارایی مردم غارت کرده، مردم از خانه هایشان ویران شده و دیشب هم وقتی که نزدیک از این بود که ولسوالی سقوط بکنه، لذا مردم به ستوه آمدند و این وضعیت باعث شد که جوانا، البته تنها از مالستان نبود، از ولسوالی های مختلف، هر کس که درد و احساس همکاری رو داشتن بر آمدن، چند هزار نفر اینا آمدن، ساعت ده اینا شروع کردن که آمدن در جلوی ارگ، تا امروز در جلوی ارگ بودن. بحث ما است که اینا وقتی که بر آمدن، اینا از روی ناچاری و از روی درماندگی و از روی بیچارگی بودن، شاید برای هر کس قابل تحمل نباشه که در این شبهای سرد از اول شب بیایه و اون هم برف و باران در زیر باران اونجا بخوایه و از او خوش باشه از وضعیت. نهایت اونم بیچارگی و درماندگی که حکومت توجه نداره، حکومت همکاری نداره، به من خاطر اینا گفتن که ما حکومت تحت فشار قرار بدیم، به من خاطر اینا تظاهرات را انداختن. خیلی سپاسگزارم. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه. آقای شلگرای، آقای اخلاقی میگن که مردم به اساس حس همدردی با مردم مالستان و جاغوری به جاده ها بیرون شدن دیشب. طالبا خانه های مردم را در جاغوری و مالستان چور کردن، با آتش کشیدن و چپال کردن. پس از این مردم ناچار شدن که بین حداقل صدایشان را به گوش رئیس جمهور برسانن. زبده بنده اعتراض نلرم، خلق حق لري، قانونی حق داده، خلق هم بنده حق لري، خلق غ ورسه تر وجای پوری. مخکې اخلاقي زده تشریف نه درلود، ما اعتراض د غزنی په وکیلانو سه هغوی د غزني نمایندګان ځان بول. هغوی ما مخکې هم تاسو ته عرض وکړ چې په غزني کې تقریبا دغه 15 کاله پښتنو مناطقو کې اور بل ده، او سږ په دغه دوه درې میاشتو کې د غزني د واغز ولسوالۍ، د خوګانو ولسوالۍ، د ژغاتو ولسوالۍ، د اندړو، ګیرو، د یک، زنهخان، مقور، ګیلان او بند در طول شدید دغه حملات لاندې وي، متواتر حملات دغو شدیدو حملاتو په نتیجه کې در ټولو ولسوالۍ له خپل ځای نه را بېجایه سوې. ما یوه ورځ ونه لیدل چې زموږ وکیل صاحبان په پارلمان کې غږ پورته کړه. حتی زه د وکیل صاحبانو ته به زه ووایم چې هغوی که ورته وایم چې د ګیرو ولسوالۍ د غزني کومې خواته واقع ده، د هغوی څلور خواوې څه دي نه دي ورته معلومې. در حالی که دا باید د دوی مسؤلیت و که دوی ځان نماینده بولي، ولې د اندړو د جنګ په رابطه باندې دوی غږ نه کوي اوچت. اجازه راکړئ چې دې مورد ته ښاغلی اخلاقي ځواب راکړئ. آقای اخلاقي، انتقاد آقای شلگرای را شما شنیدیم، پاسختون چی است؟ ما یک نکته را عرض کنیم که خود جناب شلگرای این را تایید میکنه که در جاغوری بین مردم و بین اقوام در غزنی، با معذرت، در غزنی بین مردم و بین اقوام غزنی تا حالا مشکلی که از کدام قوم است یا کدام نزاهای قومی تا حالا وجود نداشته. ای را به هیچ وجه ما نمیپذیریم و ای را کسایی که غزنی را و میشناسه ای را قبول داره. یک بحث. بحث دوم، ما به نظرم اوچه که جناب شورگرای صاحب میگه یک مقدار بی‌انصافی است. حالا ما دلیلش میگم. در هر ولسوالی که مشکل پیش آمده، ما به اندازه توان خود صدا کردیم و رفتیم در نهادهای امنیتی. مثلا در اجرستان یک شبی که نزدیک بود سقوط کنه، البته وقتی که سقوط کرد در زمانی که غزنی چی شد بعدا سقوط کرد، یک دفعه دیگه هم نزدیک بود سقوط کنه، ما یک شب هیچ نخوابیدیم. چرا؟ به خاطری که برادرای ما که در اجرستان بودن، اینا شماره های ما رو داره، همیشه در تماس بودن و گزارش میدادن. و خب طبیعی است که ما وقتی سر ما فشار بیشتر میشه، ما مجبور هستیم که بیشتر حرکت بکنیم. اما وقتی تحت فشار قرار نمیگیریم، کس با ما تماس نمیگیره، ما احساس راحتی میکنیم. این یک چیز واقعیت است، درست است؟ به شما یک وقت یک زنگ میزنه، یک وقت ده نفر زنگ میزنه. در ولسوالی های دیگه که مشکل پیش آمده، این بحث نبوده که ما بگیم مولای مربوط به دیگه قوم است، یا ما بی تفاوت بوده باشیم، یا بگیم نه او که خونش ریخته میشه یا خانش چور میشه، اونا مسلمان نیستن، یا رخ ایگه پا نیسته. فرقش در این بوده، درست است که ممکنه ما برای مالستان زیاد خیز زده باشیم، برای جاغوری زیاد خیز زده باشیم، بله، چون تحت فشار بودیم. هر لحظه تلفن مثلا خاموش نبوده. اگر جای دیگه هم بوده به می صورت، این خود غزنی که مثلا 3-4 شب جنگ شد، به خاطر اینکه فشارهایی که از غزنی بودن، در حالی که در خود غزنی ما بیشتر
خسارات حکومت دید بیشتر تلفات از سایر اخوان بودند، اما به خاطر اینکه با سر ما فشار بود ما دو سه شب خوابش نکردیم. در دیگه ولسوالیان به می صورت بوده، این بحث از این نبوده کی به خاطر فلان قوم باشه یا فلان منطقه باشه، این وضعیت نبوده. آقای شلگرد شما بی‌انصافی میکنین، خب اینها شب ها را نخوابیدن به خاطر از اینکه بالای ولسوالی های دیگه که پشتون نشین هستن وقت طالبان حمله کردن. زو تعجب کوم دې خبره مې وسم ټینګار کوم چې دا قطعا بی‌انصافی ده او د موږ وکیل صاحبانو دا بی‌انصافی کړې ده. په جاغورو ملستان کې خپل اخلاقي سوي درې څلور ورځې کې حمله شوې ده. آیا دغه زمانبندي که مقایسه کړو په دغه پښتنو ولسوالیو کې اته کاله کېږي چې جنگ ده او دوی اته کاله پارلمان کې ناست دي، په اته کاله کې دوی راوښیي که دی وایي ما وزیر دفاع رفتیم یا وزارت داخله رفتیم درسته است اخلاقي سب رابطه باشه، ولی نی ما محسوس کردیم نی چیزی با مردم رابطه گرفته باشه، نی هم تماس برای ما مفید واقع شده باشه به هیچ صورت. سره ما اوجه به دروازه وزیرم اگه میریم پیلن ما وکیلم نیستیم، پیغان کردیم رابطیم جنجال کردیم ما متلاشه کردیم، ولی یکی اخلاقی سمیه که نی مردم تحت فشار بودیم، ما تحت فشار بودیم. آیا وکیل غزنی بودی خود اخلاقی سمیه ولسوالی مالستان است ایره ما درک میکنی شاید اونا تلفن کرده باشه، ولی مدخانه ای که در اروزگان است به خاطر اروزگان سرکم بند میکنه، مظاهره میکنه، شما میرین پرس کنفرانس میت همین وکیل غزنی شته بود، از اروزگان هیچ کس نبود، از امول سوالی هیچ کس نبود، شما کنفرانس دادین خود پارلمان همین وکیل صاحب غزنی کنفرانس دادین راجع به پیش از اینکه مالستان و چی جاغوری و جنگ درگیر شوه شما به خاطر اروزگان پرس کنفرانس گرفتین. چرا یک پرس کنفرانس به روز به خاطر ولسوالی اندر نگرفتی؟ کدام روز به خاطر ولسوالی گیرو مقور کرباغ پرس کنفرانس گرفتی؟ درست برای جستان اخلاقی زو گفتن ما قبول میکنیم یعنی شاید رابطه باشه، علت شمیستان اجستان و مالستان با هم یک سرحد است. اگر مالستان در تصرف طالبان میایه خط اول در مالستان است، طبیعی است که شاید اخلاقی سبب مخاطر که مالستان و لسوالی خودشان خط اول هستن، باز عمود تایت تعدید بود عمود تماس گرفته باز درسته، ولی در غیر از به این صورت ما را قبول نداریم که راجع به گیرو، راجع به قربا، راجع به مقر، راجع به اندر، راجع به زنخان یک روز نگه یا یک پریس کنفرانس گرفته، ولی به خاطر روزگان چهار روز پیش پنج روز یک هفته پیش کنفرانس گرفت. ممنون آقای اخلاقی. رئیس جمهور امروز مشخصا به اعتراض کننده ها آمد، وعده های سپورتی که در اولویت کاریشون قرار دارد، دفاع از مناطقی که طالبا بالایش حمله کرده این مناطق تصفیه خواهد شد و موارد دیگه، باور دارین که رئیس جمهور این بار بیاید حداقل به وعده هایش عمل بکنه؟ خب گرچند که در افغانستان متاسفانه او وعده هایی که از جانب مقامات داده میشه عمدتا جامعه عمل بهش پوشانده نمیشه، عملی نمیشه، ولی این بار ما امیدوار هستیم که جناب رئیس جمهور این وعده ای که برای مردم دادن حداقل یک بخشش عملی شوه. ما فکر میکنیم که برخوردی که دیشب از جانب حکومت و از جانب نهادهای امنیتی با مظاهره کننده ها صورت گرفت قابل ستایش است و ما از این بابت تشکری میکنیم. هیچ نوع مزاحمتی نکردند، ما همیشه حق را به جایش حق میگیم. این ما زیم نزدیک که همیشه اما حکومت را به یک نحو مظاهره کننده آمد غافلگیر کرد، اصلا هیچ کس نمیدانست که در این شب باید تظاهرات. خب به هر صورت اینا وقت حرکت کردند، ما دیشب در ساعت 2:30 در وزارت دفاع بودیم که در ما در تماس شدند که تقریبا بیش از 1000 نفر حرکت کرده از سمت غرب کابل. ما همونجا بودیم که وزیر دفاع بودند، لوی درستیز بودن و مشاور امنیت ملی بودن، معاون ولایتی ریاست امنیت بودن. اونا گفتن که شما تلاش بکنین که وضعیت امنیتی نه خوب نیه، اینا نیان. و ما واقعا کسایی که در ارتباط بودیم گفتیم که در این شب در این تاریکی نباید، ولی احساساتی شده بودن، اما برخورد خوب کردن نیروهای امنیتی و حکومت و جناب رئیس جمهور هم شب نفر فرستاد تا اینکه بالاخره صبح با هم به تعامل رسیدن. ما امیدوار هستیم که بر اساس ما توجه به برخوردهای مناسبی که صورت گرفته وعده ای که هم داده عملی شد. خیلی سپاسگزارم شلگرای صاحب. پر دیر و لند و تکو که دی غزنی دی جنگ دی لارا دی حل چه ده بالاخره چه باید وسی سی دی وضعیت نه چه وست منگه و تاسو پکی و تین ووزو که دی غزنی خلق کمه دی حل لارا ورتوخی نه پگو بانی عمل کی او نه غوی توجه کی، بلکه دی حل لارا ما ته معلومه ده. دی حل لارا برای جمهور ساره وتلی ده خلکو زرغیدلی جاغوری به ولایت کیی
بامیان او ته به درس او څو کتاب ورکې خلکو ته ماش پیدا سی بامیان کې نه د کتاب ضرورت او نه ممکن ده چون د کمپاین لپاره جمهور تل نه بامیان کې امنیتی مشکل ست نه بدای کندې کې امنیتی مشکل ته سال ته د نظامی کتاب ورکې دا نظامی کتاب کرای جمهور رښتیا هم د دې ملک او د خلکو درد ور سره د خپل کمپاین مسالې نه دا کتاب اندړو ته ورکړی دا کتاب مقر ته ورکړی دا کتاب مالستان ته ورکړی دا کتاب د یک ته ورکړی یا به د غزنی ولایت ته ورکړی سو اوس په خارت د دې د غزنی امنیت کمربند ته تندوجو غزنی به جاغوري به ورته ولایت ک دا کندی اوله درجه دومه درجه ولایت سو بامیان دومه درجه ولایت سو میلیارډ روپی ورته ورکړي او دا هم ظاهرا سو ورته راغ ده او دای به ورته رایم په دبن یعنی د رئیس جمهور په دغه کمار کې بدای هغه څه وبایلی سبب د ورته ارمان خیلی سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار